سلام به همه همیهنان عزیزم و پارسی زبانان در هر کجای این دنیای بزرگ که باشید و هستید، و امیدوارم که حالتون خوب باشه و مشکلات کرونا به تدریج از جامعه جهانی دور بشه و اونجایی هم که شما تشریف دارید مشکل به سمت حل بره. ادوان بحثی که بخواییم بکنیم یه مقدار مماس میشه با این مسئله. در 73 برنامه در روان پژوهی باز هم میخوام یک نمونه ای از مراجعین به روانکاوان رو مطرح بکنم. توجه دارید که من به عمد با مطرح کردن یک مورد دقیق روشن از اول تا آخر، اون کاری که ما در حرفه انجام میدیم، در آموزش انجام میدیم، کار آموزشی که من انجام میدم این هست، موردها رو مطرح میکنیم که ازشون نتیجه بگیریم و روانکاوان جوان بتونن از این تجربیات استفاده بکنن. اون در حوزه حرفه ایست، ولی عملا در برنامه های عمومی از این نوع بررسی اجتناب میکنم و معتقدم که از نظر اتیک و اخلاق حرفه‌ای درست نیست. علتش این هست که اگر من اینجا یک موردی رو از اول تا آخر بررسی بکنم، بعد یه تشخیص بدم و بعد راه حل رو مطرح بکنم و تمام بالا و پایین رفتن های این مثلا چند سال همراه یک مورد بودن رو مطرح بکنم، طبیعتاً کافیه که از نظر ظاهری 2 یا 3 یا 4 پارامتر این شخصیت به شبیه باشه با یک نفر، یکی از عزیزانی که دارن به ما گوش میکنن، و بدون توجه این عزیز فکر کنه که خب موردش مثل موردی که من دارم مطرح میکنم و از نظر اتیک و اخلاق ممکنه که کاملا به انحراف کشیده بشه و جای غلطی بره و فرض بکنه که چه آسیب روانی داره، در صورتی که چیز دیگری است. ولی خب ما 7 میلیارد انسان خوشبختانه با هم مختلفیم، در شرایط مختلفی به دنیا آمدیم، با ژن‌های گوناگون به دنیا آمدیم. در اون خانواده‌ای که زندگی کردیم 6-7 سال اول زبان مادری و زبان فرهنگی دیگری داشتیم، بعد وقتی به جامعه آمدیم در یک محدوده‌ای، در یک جامعه‌ای، در یک محله زندگی کردیم که همه اینها رو ما اثر گذاشتن، در یک دورانی زندگی کردیم، دوران جنگ، سور، سازندگی و غیره، که اینها روی ما اثر می‌ذارن و نمیتونیم یک مورد رو بیایم بشنویم و بدون تخصص لازم بگیم بله من مثل این مورد هستم و باید این کار رو اون کار انجام بدم. این کمی خطرناکه. به همین دلیل من با این عمل موافق نیستم که حتی از طریق رادیو تلویزیون فردی خودش معرفی کنه، مشکلش رو مطرح کنه و بعد در واقع مشاوره بگیره و راه حل بگیره. ولی به جای این تلاش میکنم که یک بسته معرفی کنم و هر دفعه از یک مشکل شروع کنم و در اون مشکل یک بسته معرفی میکنم، بگم این بسته است. در برنامه امروز یکی از موردها رو میخوام مطرح بکنم که دقیقاً بحث سنت و مدرنیته رو اینجا پوشش میدیم، دقیقاً در همین جا هستیم، بحث گذار از سنت به مدرنیته و اینکه این سنت به مدرنیته خودش یه مشکلاتی داره، بعد یک دفعه که جامعه هم در اثر یه عوامل دیگری تکان میخوره مثل کرونا ویروس امروز، این تشدید میشه. میخوام از این دو صحبت کنم. خانمی 30 ساله هستن که ایشون خیلی خوب درس خوندن، خیلی خوب هم کار میکنن، و ولی در یه خانواده سنتی به دنیا آمدن، سنتی که نزدیکن به ما هم ببین، و در اون خانواده خیلی خوب هم هستن، همه با هم خواهر برادرها، ازدواج کردن نکردن و خب به هر حال میشن خانواده سنتی سطح خوبی. ایشون 5 سال پیش با مردی آشنا میشن و به هر حال تصمیم میگیرن با هم ازدواج کنن. خب اون مرد همسر داشته، همسر جدا میشه از همسر، 3 تا بچه هم که پیش همسر هستن، و این آقا به هر حال به تعهد خودش عمل کرده، خانه‌ای داره و این ازدواج شده، ازدواجشون رو اجتماعی نکردم ولی از نظر شرعی حل کردم مسئله رو که مشکلی پیش نخواهد آمد. ولی این آقا همون 5 سال پیش وقتی برای خواستگاری رفته در این خانواده طرد شده و قبول نکردن این خانواده،
میشه گفت علتش مردی است که مدرنه و مدرنتر از اون خانواده سنتی است، حتی رشته کاری هم که میکنه زیاد مورد پسند خانواده های سنتی نیست. این موقعیت اینجوریه و این خانوم طبیعتاً الان دچار یک اشکال هست. اشکال اساسی این است که چون مطرح نکرده که من با مردی که شما مخالفت کردید ازدواج کردم، خودم رفتم تصمیم گرفتم مثل یک خانم بزرگ و دارم زندگی میکنم، یعنی خب چجوری زندگی میکنه، باید یه وضع ساعتها و زندگی اینها رو جوری تنظیم کنه که میره خونه پدر و مادر و از طرف خب یه خونه دیگه اون طرف هست که با هم در نظر این زن و مرد به شکل خیلی طبیعیش منزلی شده، زن و شوهر هم ازدواج کردن و طبیعتاً چون اجتماعی نکردن، چون اگه اجتماعیش کنن به گوش پدر و مادر و خانواده میرسه و اونها مخالفن و این خانوم طبیعتاً زیر این سلطه سنتی که بزرگ شده دیگه نمیخواد تا اونجا پیش بره که این مسئله رو مطرح بکنه، 5 سال هست که کجدار و مریض میره. خب طبیعتاً این 5 سال که گذشته زندگی ساده‌ای نبوده از یه طرف. از یه طرف دیگه اینکه خب چه آینده‌ای میشه پیش بینی کرد؟ همینطور میشه 6 سال میشه 10 سال و این زندگی تا کی میتونه به این شکل ادامه پیدا بکنه؟ خب طبیعتاً خانم مورد نظر ما، اسمشون داریم خانم مورد نظر ما، از یک طرف این نگرانی رو داره که اگر یک دفعه اعلام بکنه به خانواده بگم اصلا خانواده میام بگم شما نمیخوام ببینم، شما من رو نبینید طوری نیست، من میرم با شوهرم که به طور رسمی شوهرم هست زندگی میکنم و هر کاری میخواید بکنید. این یه راه حل خیلی محکم قاطع رادیکالی هست، ولی اون طرف این خانم در ته ذهنش این مسئله هست که خب من خودم تنها میکنم، ایزوله میکنم، اگر روزی به هر شکل نخواستم و خواستم جدا بشم با مرد دیگری زندگی کنم یا اصلا نکنم، چون من کار میکنم مستقلم، این چه خواهد شد؟ من دیگه هیچ پشتیبانی نخواهم داشت. یه ترس از اینجا هست، در صورتی که خب واقعا این هم ترس نداره. الان خوب نگاه کنیم در مثلا پاریس 50% خانواده‌ای هستن که یک بار طلاق گرفته هستن، یعنی یکی از دو طرف طلاق گرفته یا هر دو طلاق گرفته هستن. اینها خیلی هم بامزه است، بچه‌های مختلفی دارن، اصلا میشه دو از این دو از اون دو از هم دیگه میشه 6 تا فرزند که اینها طبیعتاً با هم هم خواهر برادر نمیشن جز از طریق یک خواهر برادر اون وسط و خب زندگی میکنن، یه هفته اینجا یه هفته اونجا اتاق دارن برای خودشون و خب یه روابطی پیدا میشه، یک نوع سرپرستی موقتی پیدا میشه، در که پدر ژنتیک پدر بیولوژیکی یکی دیگه است، پدری که اینا رو بزرگ میکنه یکی دیگه است، مادر یکی دیگه. ولی عملا وقتی نگاه میکنیم این خیلی هم بد، این مشکل زیادی هم تولید میکنه، اینها در مدرسه و دبیرستان و دانشگاه زندگیشون میکنن و همه پذیرفتن با یک نرمی با یک شکلی که اون عشق جدیدی که ایجاد شده بین اون زن و مردی که طلاق گرفتن و آمدن با هم ازدواج کردن، یک عشق خوب و پاک و پاکیزه هم از طوری نمیشه اون شکل. وقتی عام شد و وقتی که مردم در واقع تونستن یه شکلی خودشون تنظیم بکنن، طبیعتا طوری نمیشه. ولی خب طبیعتا این خانم مورد نظر ما به دلیل که خب مبنای اصلا آموزش هم سنتی است، از اینکه وای طلاقی صورت بگیره و بعد ندونه کجا بره، این هم ما که به تو گفته بودیم، از یه معروفه مثال معروفه که ما به تو گفته بودیم رو طبیعتا باید یه مقدار توجه بکنیم بشه. برای اینجا گیر کردیم، ما متوجه میکنیم یک جاییست که بین مدرنیته، بین سنت و مدرنیته، بین گذار از سنت به مدرنیته درست همینجاست و ایشون نصف کار اومدن. من برای ایشون یه مثال زدم که به نظرم مثال جالبیست، میتونی قابل فهم میکنه این مسئله رو از نگاه من، یه که شما اگر یه کاسه ای رو بگیرید و بگذارید در یه وانی یا یه حوزی روی آب و در اون یک مورچه و یک مگس بندازید، خب مگسه میپره و
پرواز میده بالا و مورچه هم اینقدر هم دور میزنه یا میره تو آب خفه میشه یا همونجا تو همون کاسه فوت میکنه میمیره. یعنی در واقع ما برای حل مشکلات این من زیاد استفاده میکنم از این استعاره، باید همیشه یه بعد تازهی رو کشف کنیم، ابداع کنیم، نوآوری کنیم، اختراع بکنیم. ولی اگر در همون ابعادی که وجود داریم مثل مورچه دو بعد داره بمونیم، خب مسئله حل نمیشه، یک بعد بهش اضافه میکنیم. و این رو در واقع قصه ایست که ما بهش میگیم از یه طرف دیگه مثل کوکاکولا. کوکاکولا خیلی سریع، کوکاکولا قبلا مثل آبجوی بشکه‌ای که در اروپا مصرف میشه، مثل اون میفروختن در شهرهای مهم آمریکا و خب یک مارک بود و یک نوع شربت گازداری بود که می نوشیدن مردم. تا اینکه یک روز از پله های این شرکت کوکاکولا مردی میره بالا و میگه من میخوام مدیر عامل رو ببینم. بالاخره با مشکلات میبینه و به مدیر عامل میگه که من به شما یک پیشنهادی دارم و این پیشنهاد اگر مثلا خیلی چیز کمی میخوام، اگر شما سودتون رو مثلا 1% از سود اضافیتون رو سود دارم 1% به من بده. بله خب با حالت شوخی خنده مدیر عامل میگه بسیار خوب، وکیلتون رو بفرستید. میگه وکیل نمیخواد، شما اونجا بنویسید که من میگم که اگر پیشنهاد من قبول شد و انجام دادید و سودتون رفت بالا 1% من میگیرم. وقتی این امضا میشه فقط یک جمله میگه، یه باتلیت بطریش کن، بطری شد و کوکای امروز شد. یک بعد بهش اضافه کرد، همه چیز هست فقط باتلیت بود تو بوده بزرش تو بوده و جهان رو گرفت با همین باتلیت. اون به اون شکل میتونست بره در روستاها به کشورهای مختلف بره و بمونه مدت ها. بس من این هست که با همه این مثال ها به اینجا آمدم که خانم عزیز شما یک کار خیلی بزرگی انجام دادی، یعنی در جامعه سنتی، خانوادگی سنتی، عمیقا سنتی که میشه گفت بار سنت رو دوش خودشون گرفتن دارن حرکت میکنن، همه همینطورن، همه به همین شکل رفتار میکنن. به قول خود همین خانم همه دارن تئاتر سنت رو اجرا میکنن، تئاتر. همه خانم ها از مردانشون راضی هستن، همه اطاعت میکنن ظاهرا از مردان، ولی خب میگه خانم ها همه ناراضی هستن وقتی میرید باهاش صحبت میکنید، همه دلگیرن، همه غصه دارن، ولی خب ظاهرا وقتی میرید در مهمونی ها همه خانم ها از زندگیشون راضی هستن، خوبه هستن، فرزند هست، شوهر میده کار و سنتی هست. یه همه ظاهرا راضی هستن ولی ته خانم ها راضی نیستن. بحثی که میکنه این خانم مورد نظر ما و طبیعتا وقتی که این خانم یه بهشون گفتم شما یه بال این مورچه و این مورچه یه بال اضافه کردی با حرکتی که انجام دادی، با انتخابی که کردی برخلاف نظر خانواده و زندگی رو ادامه میدی با ایشون 5 ساله، حالا یا باید یه بالی که اضافه کردی بکنی، برگردی بگیم به این مرد، به این شوهر، به این فردی که عاشقش هستی بگی خدا حافظ شما، من برمیگردم به دامن سنت، به دامن خانواده، بالمو میکنم، منتظر میشم تا خواستگارهای مختلف بیان و من بتونم ازدواج کنم. این یک راهش هست. یک راه دیگهش باید بال دوم رو هم ابداع کرد، اختراع کرد، به وجود آورد، شهامتشو داشت. نمیشه غیر از این، با یک بال سالهای سال خواهد آمد. خب به زودی 30 سال میشه، 35 سال بعد میشه 40 سال. خب که زندگی نشد که به هر حال، یعنی انسان بخواد با شوهر خودش در سر خونه زندگی خودش بره و دزدکی بره، کسی نبینه، کسی نفهمه، مسافرت دزدکی یه جور. و اتفاقا مثلا جالب این هست که یه بحرانی رو که ایجاد کرده این رابطه اینه که وقتی به کرونا میرسیم، در کرونا، کرونا ویروس باعث میشه که خب این خانم بره و قرنطینه بشه در خانه،
نوع کارشون هم جوریه که میشد از خانه انجام بدن، در خانه پدری قرنطینه میشن، هم هم هستن. خب یه فشار بهشون میاد که شوهر رو نمیبینن، شوهر فشار میاد که ایشون رو نمیبینه، این فشار دیگه بهشون میاد که در یه خانواده سنتی شب و روز فشار اون سنت رو هم روی دوششون بیاد اجرا بشه. اینم یک مسئله دیگه، فشار در فشار. و طبیعتاً چندین بار با شوهر مشکلات لفظی پیدا میشه، با تلفن با خانواده مشکلات لفظی پیدا میشه و یک آسیب روانی قدیمی که ایشون داشتن البته مختصر ولی دوباره باز میگرده، یعنی یه فشار هم اینجا تولید میشه و در واقع میشه گفت که روی یک بار تقریبا کج یک کرونا اضافه میشه، بنابرای کرونا یک آسیب روانی گذشته هم باز میگرده و توجه بکنید که چه پیچیدگی تولید میشه. اینجا در واقع من به نظرم میامد که ایشون باید به یک هوشیاری برسه که این اقدامی که انجام داده، این شجاعتی رو که انجام داده شاید به انتها برسونه. البته من راحل ندارم، راحل معمولا همیشه باید مراجعه بیاد، کسی که در روانکاوی هست خودش باید بچرخه بگرده ببینه، ولی باید ابداع کنه، باید اختراع کنه، باید ببینه که یا برگرده به دامن خانواده یا شروع بکنه پیدا کردن یک راه حل حتی با شوهر، ببینه که با هم دوتایی ببینن که چی نمیتونن، چه امکانی وجود داره براشون که بتوانند در واقع به تدریج این مشکل رو به سمت حل ببرم. من راه حل نهایی، راه حل نیست که این خانم به طور رسمی بره زندگی بکنه با شوهر و رابطه رو با خانواده خودش حفظ بکنه و خانواده رو قانع بکنه که انتخاب خودش هست، بیایید و زندگی کنه، ایشون هم یه داماد دیاد، یه دامادتونه مثل بقیه دامادها و اگر اختلاف سلیقه و عقیده و اختلاف نوع زندگی هست قبول کنید که اشکال نداره، برای اینکه اینه زندگی داره مدرن میشه، انسان ها مدرن هستن، انسان ها نمیتونن همه سنتی باشن یا فقط شما با افرادی زندگی کنید که اونها هم سنتی هستن. میبینید که ما در اینجا در واقع خیلی جای ویژه هستیم، هم در امور از سنت به سمت مدرنیته هستیم، هم در مشکلات اجتماعی هستیم مثلا کرونا ویروس، و هم در یک مقدار مشکلات روانی هستیم، آسیب های روانی هستیم. به این خانم خب یک دوره‌ای داشته، دوباره برمیگرده، یعنی به هر حال به اون شکل محکم و روان مستحکم اینجا وجود نداره که شاید بخواد مقاومتی بکنه، یک مقدار از روانی هم یک گره های وجود داره که اون گره ها طبیعتا میترسانه، نه تنها میترسانه بلکه مشکل شاید این باشه که نتون تحمل کنه از روانی، یعنی بشکنه، در یه جای شکسته بشه و این هم میتونه احتمالش باشه. یعنی اگر زودتر به یک نتیجه نتونن برسن، نتونن اون بار دوم رو هم ابداع بکنند، طبیعتا این مشکل خواهد بود که شاید یه جای شکسته بشه یا بحران بعدی که پیش بیاد و بدون در واقع آمادگی وارد یه مشکل دیگری که بشن زوج، طبیعتا با این در واقع وضعیتی که وجود داره، ضعف‌هایی که وجود داره، چه از نظر روانی، چه از نظر اجتماعی، چه از نظر سنتی، یک مقدار ضعف وجود داره در این ساختار این خانواده، این زن و مرد ممکنه که پاره بشه و ممکنه که حتی ممکنه که این خانم از نظر فشار روانی نتونه تحمل بکنه. این در واقع خطر وجود داره، اینه که شاید باید سریعتر به ابداع و اختراع بال دوم بپردازند هر دو و به شکلی با یک برنامه ریزی مشخصی به گمان من با استفاده از افراد یک کمی مدرن‌تر خانواده، یک راه میانجی
پیدا کردن میانجی هایی که آرام کنن فضای سنتی خانواده رو، یه مقدار هم اونها رو در عمل انجام شده قرار بدن، هم باشون صحبت کنن، فضا رو آرام کنن و ببرن مسئله رو به عشق و محبتی که پدر و مادر به دخترشون دارن، خواهر برادر به خواهرشون دارن، یه مقدار مطلب مسئله روی عشق و محبت ببرن، یک مقدار مسئله روی انتخابش ببرن. خب میخواد زندگی کنه با یک انسان، حقشه، حق طبیعیشه که درست زندگی کنه، این کسی رو میخواد انتخاب کنه، مگر ما میخوایم زندگی کنیم؟ خودش میخواد زندگی کنه، خانم برده نظر. به نظرم یک همچون راه حل‌هایی میتونه وجود داشته باشه و حتی به شکلی مطرح بشه که اگر ادامه پیدا بکنه ممکنه که این حساسیت خانم، این آسیب روانی که دوباره برگشته، ممکنه شدیدتر برگرده مثل نوجوانیشون و شما با این مخالفت و با این اصراری که دارید یک دختر رو از نظر روانی مختل کنید که نتونه ادامه بده زندگی شو حتی. و حیفه، حیفه که یک انسانی رو که میتونه یک زندگی خوب و زیبا و شیفتباری داشته باشه آشفتش کنید. و هر شب و روز خوشی رو براتون آرزو میکنم.